بینده های عزیز به پرسپال کنونی بسیار زیاد خوش آمدید در پرسپال کنونی آقای عبدالستار مراد وزیر اقتصاد کشور در مورد دستاورد های وزارت اقتصاد در دو سال گذشته و همچنان چگونگی فعالیت مؤسسات و همچنان در مورد مبارزه با فساد داری در این وزارت سخن خواهد گفت آقای وزیر بسیار زیاد تشکر از اینکه فرصت دادین بر ما در آغاز میخوایم یک بررسی کلی داشته باشین از دستاوردهایی که حکومت افغانستان در امانگی با وزارت اقتصاد داشته در دو سال گذشته بر ما بگوین که مشخصا چی دست آورده وجود داشته با تشکر از شما جناب جمازاد سیب و از تلویزیون محترم تلو، و همچین سلام به احمدان عزیز ما امسال که ما در آخر سال مالی قرار داریم سال مالی به پایان رسیده ما به سال نو مالی داخل شدیم از اول ماه جدی جو عزیز که ما یک بار باقی ببینیم و دستاوردهای خود بشماریم وزارت اقتصاد من یک وزارت پالیسی ساز در طرح تدوین پالیسی ها و برنامه های اقتصادی و همچنین ایجاد هماهنگی بین سکتور اقتصادی از وزارت فهمده وزارت اقتصاد تشکیل میتن ما امروز متوجه شدیم در کابینه که تقریبا از 479 میلیارد بودجه که ما داشتیم که به شمول بودجه بودجه انکشافی و بودجه عادی بود ما تانستیم در حدود تقریبا 365 میلیارد مصرف بکنیم و اگر بریم به بخش انکشافی که بیشتر بالای زندگی مردم تاثیر مستقیم داره ما از یکصد یک چند میلیارد تقریبا 175 میلیارد بودجه انکشافی خود ما تانستیم 95 میلیارد مصرف بکنیم که خود این رشد انکشافی ما در اخیر سال که به اساسی مصرف سنجده میشه یک اشاره فیصد ما رشد اقتصادی داشتیم و امروز بحثی که روی این مصرف پول و بودجه انکشافی صورت گرفت برنامه و پلانتوری ترتیب شده که به سال آینده رشد اقتصادی ما بعد بره از سی بالا بره ۳5 تا 3.9 باید رشد اقتصادی داشته باشیم دلیلش چی بوده که 95, س... اه... 95 میلیارد بودیجه هم اصرف شده از 175 یعنی چالش های اساسی فرارای وزارت ها چی بوده؟ بسیار چالش هاست چند تا از چالش ها براتون میخوایم بویم که بسیار مهم است مثلا عدم تعهد و جدیت مقامات وایت های در قسمت اجرای بودیجه عدم آگاهی درست از بودجه ملی و ها در ولایات نبود ظرفیت های کافی در امور تدارکاتی ادارات بالخصوص در پروژه های مربوط به تمیل کندگان عدم تفیز سالات های لازم مالی و تدارکاتی در مرکز و ادارات ولایتی چالش های امنیتی یک کلان مشکل است که در بعض جایی که امنیت خراب است مصرف که نمیتونیم نبود امانگی لازم ادارات مرکزی با ادارات ولایتی مربوطه در پلانگذاری پروژه ها استملاک زمین یک مشکل کلان در افغانستان است و تمرکز غیر ضروری سلطه ها به خصوص در مرکز و عدم اعتماد در ادارات اگه حساب کنیم بسیار مثلا بیروکراسی غیر لازم و طولانی در داخل ادارات و عدم موجودیت سیستم های الکترونیکی دقل در قسمت موضوع امنیتی مشخص است کمی ها و کاستی ها همگی مردم بیشتر میفهمند اما چیزی که تا هنوز مشخص نیست عدم همانگی میان نهادهای های امنی... مختلف است کی باز در صورت که امانگی وجود داشته باشه میتونه که ظرفیت هم ایجاد شوه این عدم امانگی شما در چی یافتین برخواسته از چی است این ادم ای امانگی برخواسته از قوانین و مقررات است که در داخل حکومت وجود داره فوریت های ادارات با هم تقریبا تکراری در بسا موارد در بسا موارد پاسخگویی که مقابل دیگه خود نیستن و همکاری همکاری لازمی که باید باشه بین ادارات اما همکاری های به موقع و به زمان او همکاری ها وجود نداره مثلا وقتی که طالب گزارش معلومات میشی اداره احساس مسئولیت نمی کنه که سریعا او گزارش ارائه بکنه تا اداره مربوطه تصمیم خود به موقع اتخاذ بکنه و این کاری است که حکومت اداره لازم صادر کرده به تمام ادارات برای سال آینده باید ما یک تصویر کاملا متفاوت داشته باشیم در علمی هماهنگی بین ادارات در پاسخ دهی یک اداره بدگه داره در کنار این دستاوردهای حکومت افغانستان که شما اشاره کردین میشه در قسمت مشخصا دستاوردهای وزارت اقتصاد بگوین حداقل سه مورد را اشاره بکنین که به عنوان دستاورد برای شما بسیار مهم باشه ما انوز هم به دستاوردهای حکومت واقعا دستاورد بسیار بزرگ بزرگی داشته به وزارت اقتصاد می مثلا یکی از دستاوردهای بزرگ, بزرگ حکومت خودش درود در سی میلیارد کمکی بود که از جامعه جهانی در کنفرانس وارسا و در کنفرانس بروکسل به دست آورد یکی از دستاوردهای بزرگی بود که بسیار نیرو و جهتا کار میکرد تا حکومت در راستا ناکام شه خوشبختانه خیلی موفق بود یک پول انگفتی که امروز مصارف نیرو امنیتی ما را اقبال میکنه و همچنین مصرف ما را در بخش انکشافی کشور تضمین میکنه افغانستان یک موفقیت دا بزرگ داشت به چی اساس شما میگین که یک دستاورد بزرگ بر حکومت افغانستان, افغانستان ایست... فکر میکنین آه... که آه... این تعهد بر اساس برنامه های حکومت افغانستان صورت گرفت یقینا اگر حکومت افغانستان نمیتونست تعداد خود در قبال جامعه بین ملی برآورده نمیکرد جامعه بین ملی این وعده و این کمک به افغانستان یک مثالش مثلا صندوق وجهی پول بر افغانستان در سال قبل 112 میلیارد هدف تعیین کرد که باید اوایل افغانستان برسد اما اوایل افغانستان به 122 میلیارد بالا رفت بر سال 95 هدف تعیین کرد بر افغانستان 132 میلیارد هدف تعیین کرد که افغانستان باید اوایل خود بوجه برسانه اما امسال که ما می‌بینیم 165 میلیارد تانست اکمه افغانستان خود بالا آوره خود یا کلی موفقت است که حکومت افغانستان داشت در دا مقابل یک کمک بزرگ به افغانستان وعده شد اگر ما از او بگذاریم پیش بریم دیگه در سارده حکومت افغانستان رو بینیم خود موافق نامه سی جانبه چابهار یک به کلان از بین هندوستان، ایران و افغانستان که افغانستان از اتکا به یک همسایه شرقیش نجات میده ما در غرب خود ما رو ما صاحب هستیم که یک بندر است که ما میتونیم از طریق اموال وارداتی خود وارد بکنیم و اگر ما ببینیم دستاوردهای حکومت افغانستان خود افتای خط آهن اقینه آتامراد که افغانستان به خط آهن آسیا و اروپا وصل میکنه یک دستاورد بسیار بزرگی بود که ما برای سالهاست و بگویم قرن هاست که ما به فکر ازی بودیم که ما افغانستان از حالت محدود بودن به خشک نجات بتیم و به تمام جهان افغانستان رو وصل بکنیم ای یکی از دستاوردهای بزرگی بود که ما به اروپا از طریق آسیای مرکزی وصل میشیم و اگر ما بگردیم ببینیم خود پروژه تاپی امضای پروژه تاپی و آغاز کار پروژه تاپی یک پروژه بزرگی است دستاورد بزرگی است که افغانستان منیست یک کشور ترانزیت گاز،, گاز ترکمنستان و آسیای مرکزی را به پاکستان و بندستان از طریق افغانستان انتقال میکنه به صدها هزار نفر کار بر افغانستان پیدا میشه به تمام خرجات و ها و بلایاتی که ای گاز اجود عبور میکنه اونا میتونن از گاز استفاده بکنن برای مصرف مردم برای پروژه این در مسیر زیلاین این ای پایپلاین یکی از پروژه بسیار بزرگی بود خود کاسا یک هزار اگر ببینیم که برق قرغزستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان انتقال میده این پروژه است که پروژه زیربنایی است و رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان در آینده تضمین میکنه اگر ما به تصاردهای زیاد داره افغانستان اگر ما بریم از او پیشتر پیشتر بریم ما در کجکی ما بزرگترین یک بند برقی با از طریق سکتور خصوصی افغانستان میسازه که اکثر مگاوات برق تولید میکنه فیز دوم بند کمال خان تکمیل شده که برای آبیاری مناطق مرکزی و جنوب افغانستان بزرگترین قدمی است که ما شما در اونجا برداشتیم یعنی تمام همین موارد را که آقای مراد شما اشاره کردین بدون شک اهداف که در پشتین هفته است تغییر وضعیت اقتصادی است یعنی بررسی شما به عنوان وزارت اقتصاد که یادم است در برنامه های صد روزه شما بخش از اولویت شما بود که یک بررسی کلی میکنین از وضعیت اقتصادی آه. یعنی تمام می دستاورد چی تاثیرات روی وضعیت اقتصادی در افغانستان داشت ببین ما از وقتی که به وزارت اقتصاد ما آمدیم و وزارت اقتصاد ما یک چهره دیگه برش بخشیدیم چهره جوان برش بخشیدیم تمام ریاست های مرکز و تمام ریاست ولایت از طریق سی بیار چراهای جوان با دانش با تجربه جذب کردیم این اگر ما اگر, اگر, گرفته شد وزارت اقتصاد امروز یکی از جوانترین وزارت های افغانستان است و جوان ها در تمام بحث های اول دوم سوم و چهارم با اسناد تحصیلی دکترا ماستری و لسانس با تجربه بسیار خوب اینا جذب شدن و ارزیابی کلی از وضعیت کشور صورت گرفته و وزارت اقتصاد فعلا تمام سکتورهای اقتصادی را با نمی نیروی جوان و دانشمند که داره اینا را همانگیری بینشان ایجاد کرده و گزارش روبار پیشرفت تطبیق پروژه های انکشافی را منظم به کابینه و شرای وزیان راه می کنن. به اساس همی گزارش ها یعنی وضعیت اقتصادی افغانستان نسبت به سال گذشته چی تغییر یافته؟ کاش وضعیت اقتصادی بهتر شده یا بدتر شده؟ وضعیت اقتصادی افغانستان لله الحمد که بهتر شده ما پیشتر به شما گفتم ما دانستیم که امسال 54 فیصد بودجه انکشافی را مصرف کنیم رشد اقتصادی افغانستان که به صفر تقرب کرده بود به 1.9 بالا رفته و فرکاس سال آینده ما به 3.9 است خودی نشان میده که ما در وضعیت بسیار خوب ما در حال تکاف هستیم یعنی ما به طرف بهتری و خوبی رفته روان هستیم و پروژه ملی که به شما ما پیشتر براتون گفتم خودی نشان میده که اینمی پروژه ها اینمی های بزرگ ملی که افغانستان داره خود اینمی متضمن ایجاد شغل بر مردم است ایجاد فعالیت های اقتصادی بر ملت است و ایج... یک رشد اقتصادی خوب برای ما نوید میده یعنی امر مشخصی وجود داره که در حال حاضر با چقدر افراد واجد شرایط کار در حال حاضر در افغانستان مصروف کار هستن. چون به اساس آمار سال گذشته از 85 میلیون افراد واجد شرایط کار 16 درصدشان کار کمتر داشتند و 22 درصد کاملا بیکار بودند ما اگر میشه که آمار درست ما از وزارت کار و اجتماعی بگیریم اما فعلا که ما در زمستان قرار داریم پروژه ها معمولا ما زمستان متوقف می باشن. سطح اشتغال زایی پایین از نیست مگر با برنامه بزرگ ملی و با بودی جایی که ما برای سال آینده بر بخش انکشافی کشور تخصیص داده شده خودی نشانده عزیز نشانده اندی عزیز که ما بر سال آینده سطح, سطح اشتغال به مراتب بالا بالا می باشه چون ما با وقتی که پیش بینی رشد اقتصادی سال آینده ما به 3 نوست خود به خود این نشان میده که سطح اشتغال به مراتب بالا می باشه از 16 فیصد 22 فیصد که شما گفتیم. و ما چون به طرف یک رشد منظم روان هستیم به مشکل به تدریج به ترتیب سطح اشتغالم بالا میره و یک امیدواری وجود داره و امیدوار هستیم که امنیت اگر صد راه رشد انکشاف انسان نشه در سطح اشتغال در سطح فعالیت انکشافی جدا ما به طرف بهبود و امیدواری روان و در قسمت فعالیت مؤسسات دولتی و غیر دولتی اخیرا شما گزارش را به نشر رساندید در کل میشه بگوین که می مؤسسات که در داخل افغانستان فعالیت میکنن میار فعالیت این نهادها به اساس چی است و چقدر وابسته هستند به وزارت اقتصاد تا اینکه گزارش همیشه به وزارت اقتصاد بسپارن تمام مؤسسات غیر دولتی مکلف هستند که گزارش های خود به وزارت اقتصاد راه بکنن و ما بار اول قسمی که در برنامه های صد روزه با شما وعده کرده بودیم کلا تمام محسات ما سجل کردیم و ردیابی کردیم جمعا 1869 محسه داخلی در افغانستان کار میکنه و 275 مؤسسه خارجی در افغانستان کار میکنه ما از تمام شانه دعوت کردیم و اما محساتی که وظایف همانگیری دارن با اونا قرار خیلی ساختیم خوشبختانه که اولین بار ما در تاریخ افغانستان گزارش سالانه فعالیت های محساد غیردولودی رو نشر کردیم که به اساس از او در چهار سکتور اینا کار میکنن یا پول مصرف میکنن مؤسسات سکتور زراعت، سکتور معارف، سکتور صحت و سکتور مسئولیت اتماعی. در سکتور صد ما دیدیم که از حدود 820 میلیون دلار در سال قبل اینا مصرف کردن مؤسسات از 820 میلیون دلار 3.6 فیصدش در سکتور صد مصرف کردن 15.5 فیصدش در سکتور معارف مصرف کردن و 6.3 فیصدش در سکتور زراعت مصرف کردن و همچنین 47.6 فیصد امی 820 میلیون در سکتور سعد مصرف کردن و در قسمت فعالیت مؤسسات گفتین در صورتی که گزارش دی نباشند به وزارت اقتصاد منحل میشن یعنی امی توانایی را فکر میکنین در سطح رهبری وزارت اقتصاد وجود داره و زیر فشارهای سیاسی و حلقات مختلف نخواد رفت خوشبختانه که اینمی توانایی به وزارت اقتصاد داره تحت فشار هیچ گونه فشار سیاسی ما نخواد رفتیم اگر ما بگویم که تا به حال به ظرف دو سال ما کدوم فشار اقتصا... سیاسی را احساس نکردیم به کار ما کار خود منظم انجام میتیم محصولاتی که پابندی نمی کنند به قانون می خواهیم شانه اما میزنیم گب میزنیم وقت میتیم حتی کمکشان میکنیم که مشکل شان نفر چون می فهمیم که اینا با همکار هستند با وزارت اقتصاد و با مردم ما یک محصولی که باز هیچ نتانست خود بهتر بسازه خود میارا رو میارا برسانه باز اونا ما منحلشان میکنیم و انتقادات هم وجود داره و گزارش های هم وجود داره مبنی بر چگونگی کار همی مؤسسات در اطراف و ولایت های دورده است که گویا مصروف بسار پروژه های بزرگ زیربنایی هستند اما کارشان بسار سطحی است چگونگی ساختار برنامه مؤسسات به اساس اولویت های ملی است یا ای که با اساس نیاز خود امی است به موضوع بسیار مهم اشاره کردی میخوام در بعد توضیح بسیار مهم بدم که برای افغانستان بسیار مهم است متاسفانه در سالهایی که گذشت پالیسی واضحی برای مؤسسات کسی نداد که شما اگر کار میکنین دینی ارسه ها کار کنین که ملت نیاز داره متاسفانه برای مؤسسات کسی نمیره برایشانی پلیس سازی نکرد حتی با دونرها کس پارتی واضح نهاد که اینی عرصه است که این ملت نیاز داره و اولویت های اقتصادی افغانستان است کنا پولای خودم که به محسات میادن محسات توسیه میکنن که شما دینی عرصه که نیازمندی افغانستان است محسط بکنید یک حالتی بود که هر کس هر دونر پول میداد هر محسط پول میگرفت میرفت در یک جایی که راحت و آسان بود مصرف میکرد ما پیشتر فیصدی که به شما گفتم ببین در سکتور مسئولیت اجتماعی ما شما 46 فیصد مصرف داره محساد. این از 820 میلیون 46 فیصدش در سکتور مسئولیت اجتماعی مصرف کرده مثل حکومتداری خوب مثل ارتقای ظرفیت این موضوعات که آسان مصرف کرده میتونن و حساب دیشم مشکل است نتیجه شم به یک شکل ملموس مل 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 نمی باشد اما در سکتور زراعت که باید به وانسان کمک میشد، باید بیشتری پول دویو مصرف می که متاسفانه اونجا مصرف نشده که 63 فیصد مصرف شده در معارف که ما واقعا نیاز داریم که زفت های نسل ما بالا بره 15 فیصد یه پول مصرف شده دلیلش است که حکومت ها در گذشته بر محسات پالیسی واضی وزن نمی کردن را در عرصه های مختلف برای محسات نمی گفتن قال اقتصاد یکی از کاره هم که ما هستیم که ما برای محسات پالیسی واضی برشون میتیم برشون در حال ساختن هستیم که در کدام بخش ها باید مصرف کنن چیست اولویت های اقتصادی افغانستان نیازمندی های اجتماعی ما چی هست در کجا مصرف کنن نظر به ساحه بگیریم کدام برایت ما بیشتر نیاز داره یعنی در کنار از اینکه پالیسی میتن آیا کمیته یا خامن. نهاد مشخص دیگی هم وجود داره که باز این پالیسی رو زمانی که شما میتن پیگیری بکنه تعقیب بکنه که آیا واقعا این پالیسی از طرف مؤسسات خود... عملی میشه خود اقتصاد نهادی نهادی است که هم پالیسی و هم پیگیریش میکنه چون مؤسسات پس گزارش به وزارت اقتصاد میدن ببین ما دیگه از ولایت ما از 20 میلیون یک میلیون مصرف شده اما در یک ولایت دیگه مدت 160 میلیون مصرف شده این ای, ای نام گونی میبینی چون او ولایتی که یک میلیون مصرف شده به صد درو درو کسی نمیره اونجا اما این ولایتی که تا 200 بیشتر 200 مصرف شده این ای ولایت در مرکز است همه گیبید سیاسی داره دلیلی که حکومت در گذشته ها نتوانسته رهبری کنه مؤسسات و دونانار پالیسی نوده زوف فقدان پالیسی و برنامه بده که حالا وزارت اقتصاد کار میکنه تا هم با دونرها اولویت های کشور برشون نشاندیه بکنه هم با محسات پالیسی بسازه نه تنها از سکتورایی که بیشتر یاد کردم بلکه از ساحاتی که ما نیازمندی بیشتر داریم ولایاتی که ما بیشتر اقیمانده هستیم با توجه شود واقعا که این گزارش اخیری که وزارت اقتصاد نشر کرد در مورد فرات های مسات غیر دولتی در افغانستان واقعت های تخیر بر ملا کرده که حال وزارت اقتصاد تلاش داره تا اون مو ها پر بکنه دو تا ما بتانیم از این پولی که برای ملت افغانستان می استفاده خوب صورت بگیره و عملا هماهنگی میان وزارت اقتصاد و دونر هایی که به مؤسسات پول میتن ایجاد هم شده خوشبختانه که ما هم دونر ها هماهنگی ایجاد کردیم با مؤسسات هماهنگی ایجاد کردیم و بین از این پر بین سکتور های اقتصادی افغانستان و وزارت های سکتوری ما این ایجاد کردیم تا تمام ادارات به وزارت اقتصاد منظم رو بار گزارش بتن از پروژه کنه عملی میکنن از طریق محساد تا ما رو در گزارش سالنای محسات بگنجانیم و ملت ما مردم ما و حکومت ما یک تصویر واقعی داشته باشند از صورت مصفی پورها اخیرا در مجلس نمایندگان شما گفتن که به وزارت اقتصاد یک وزارت اعلان میکنن کاری از فساد باشه یعنی گفتایتان به اساس چی بوده؟ ما واقعا خوشحال هستم که این کار ما میکنیم و آغازگر از این میباشیم که بالاخره یکی از نهادهای کشور خود از فساد آری بسازه و دیگه ادارات هم تعقیب بکنن و امی کار انجام بدن بدون از بین بردن فساد در فساد اداری و انواع فساد تبانی های درونی ما اصلا افغانستان نمیتونیم این کشاف بتیم ما افغانستان به رفاه رسانده نمیتونیم بزرگترین مسئولیت تمام ادارات امیست که برای مبارزه با فساد برامای خود داشته باشن و حکومت افغانستان در مقابل جامعه بین ملی از خود پاسخدی است باید نشان بده که ما حکومت خصوصا ادارات بزرگی که قسمت اعظم بودجه انکشافی مصرف میکنه اینا از فساد باید پاک باشن وزارت اقتصاد یک برنامه ساخت بر خود که دو برنامهش اول ما تمام پیگیری کردیم تمام کسانی که در فساد آغشته بودن به ادارات عدلی و قضای کشور معرفیشون کردیم مشخصا میشه بگوین که با چی تعداد از افراد معرفی شده و ای در چی سطح بوده؟ ما در سطح بالا یکی از شخصی دارم نام نمیگیریم چون موضوعات است که بله موقف عاملیت ها بوده معرفی شده به چیز در موقف مدیریت ها بوده معرفی شده به اداره تلدی به قضای کشور با ما موطن اکتفا نکردیم بلکه تمام قانون قانون یا طرز عمل تدارکاتی خود وزارت بازنگری کردیم خلاهایی که فرصت میداد تا یک مامور در اونجا بتانه تبانی دفتری با قراردادی ها بکنه او را ما به یک شکل دو سه جای جایدگان بستش کردیم که او اونمو کار کردن تانه اگر بکنه در نقطه دیگه او دیده شد و کشف شد و او ما تمام طرز العمل های اداری خود وزارت همه را بازنگری کردیم و دو آوردیم کدام طرز عمل مشخص یا برنامه تدوین شده ای دارین که در قسمت مبارزه با فساد ما یک برنامه تدوین شده ای داریم که این ما در هفته آینده بر ها و به ملت ایر ارائه می کنیم و برشون توضیح می که ما چی کار کردیم که وزارت اقتصاد فساد صورت گرفته نمیتونه و همچنین هفته آینده ما ایره با اما مبارزه با فساد در پالمان رو مراه می میکنیم برنامه خودم و یک برنامه مدون است و قدم هایی که وزارت اقتصاد برداشته تغییرات که آورده اینا منظم مفصل در این برنامه ارائه شده سپاسگزار از حضورتان از شما بسیار تشکر از تشریف آوردید خانم سلام بشمار.